کولسیان فصل چهارم. ای اربابان، با غلامان خود عادلانه و منصفانه رفتار کنید، زیرا می دانید که شما هم در آسمان یک ارباب دارید. همیشه با فکر جمع و شکرگزاری دعا کنید. برای ما نیز دعا کنید که خدا برای اعلام پیام خود فرصت مناسب به ما بدهد، تا آن حقایقی را که درباره مسیح پوشیده بود اعلام کنیم. به سبب این است که من اکنون در زندان هستم، و دعا کنید تا آن طوری که وظیفه من است این سر را آشکار سازم. در مناسبات خود با مردم غیر مسیحی رفتار عاقلانه داشته باشید. از فرصت‌هایی که اکنون در دسترس شماست حد اکثر استفاده را بکنید. گفتار شما پیوسته جالب و با نمک باشد. و یاد بگیرید که چگونه به هر کس جواب مناسبی بدهید. تیخ کس شما را از وضع من مطلع خواهد ساخت. او برادر عزیز و خادم وفادار است و با من در کار خداوند مثل یک غلام خدمت می کند. او را به این منظور پیش شما می فرستم تا از احوال ما با خبر شوید و تا خاطر شما را آسوده کند. اونیسیموس که برادر محبوب و وفادار و یکی از خودتان می باشد همراه او است. این دو شما را از همه اموری که اینجا در جریان است آگاه خواهند ساخت. آریستارخوس که با من در زندان است و همچنین مرقس پسر کاکای برنابا به شما سلام می رسانند. درباره مرقس قبلا هدایاتی داده بودم که چنانچه پیش شما بیاید او را با گرمی بپذیرید. و یسوع ملقب به یستوس سلام می رساند. از مسیحیان یهودی نژاد فقط این چند نفر هستند که برای پیشرفت پادشاهی خدا با من همکاری می کنند و باعث دلگرمی من شدند. اپیفراس که یکی از شما و غلام مسیح عیسی است سلام می رساند. او همیشه با جدیت برای شما دعا می کند و از خدا می خواهد که استوار و بالغ و کاملا خاطر جمع باشید، تا بتوانید اراده خدا را کاملا اطاعت کنید. زیرا من شاهد هستم که او به خاطر شما و ایمانداران لودیکیا و هیراپولس زحمت زیادی کشیده است. لوقا طبیب محبوب و دیماس به شما سلام می رسانند. به برادران در لودیکیا و بابانونیمفاس و کلیسایی که در خانه او تشکیل می شود سلام مرا برسانید. پس از این که نامه را خواندید، طوری ترتیب بدهید که برای کلیسای لودیکیا نیز خوانده شود و شما هم نامه ای را که به کلیسای لودیکیا نوشتم بخوانید. به آرخیپوس بگویید متوجه باش که آن وظیفه ای را که در خدمت خداوند به عهده تو گذاشته شده است انجام دهی. من پولس با خط خودم سلام می رسانم. فراموش نکنید که من هنوز در زندان هستم. فیض خدا با شما باد. آمین.